پرونده‌ای که امروز بررسی می‌کنیم برمیگرده به بهمن ماه سال 1402. این پرونده با گم شدن پسر جوانی به اسم سامان به جریان افتاد. کسی واقعا نمی‌دونست چه اتفاق شومی برای سامان توی اون شب کذایی افتاده. درود به شما همراهای خوب کانال جنایی‌گرام. با ما همراه باشین تا با همه پرونده دردناک دیگر رو بررسی کنیم. هجدهم بهمن ماه سال 1402 مردی به اسم مجتبی پا توی یکی از کلانتری‌های جنوب شهر تهران گذاشت و گم شدن پسرش سامان رو به مامورای پلیس گزارش داد. این مرد میگفت پسرم 24 سالش و سر کار میره. دیروز از وقتی از سر کار اومد خونه خیلی با عجله لباساشو عوض کرد و گفت میخواد دوباره بره بیرون. ازش پرسیدم کجا میخوای بری ولی جواب درستی بهم نداد. بعدش هم با عجله از خونه رفت بیرون. فکر نمی کردم چیز مهمی باشه، واسه همین خیلی هم پیگیرش نشدم تا اینکه دیدم ساعت 12 شب شد و نیومد خونه. شروع کردم بهش زنگ زدن ولی دیدم گوشیش خاموش شده. به شماره چند تا از دوستاش زنگ زدم ولی اونا می گفتن هیچ خبری از سامان ندارن و امروز هیچ قراری باهاش نداشتن. نگرانی افتاده بود به جونم. با اینکه اصلا دوست نداشتم مجبور شدم همون شبونه به نامزد سابق سامان یعنی هلیام زنگ بزنم. اونم میگفت هیچ خبری از سامان نداره. داشتم از استرس و نگرانی داغون میشدم. من و همسرم تا صبح مثل مار به خودمون پیچیدیم ولی هیچ خبری از سامان نشد. از صبح که از خواب بیدار شدیم چند تا بیمارستان و حضوری سر زدیم. به چند تاشون هم زنگ زدیم ولی هیچ اثری از پسرمون نیست و انگار سامان آب شده رفته توی زمین. بعد تمام شدن گفته‌های پدر سامان، پرونده مفقودی برای سامان تشکیل شد و به اداره آگاهی تهران ارسال شد. پدر سامانم به اداره آگاهی رفت تا پیگیر کاراش باشه. با اطلاعات نصف نیمه‌ای که پدر سامان به مامورای پلیس داد، تحقیقات برای پیدا کردن ردی از این پسر شروع شد. توی اولین مرحله دستور بررسی خط تلفن سامان به اپراتورهای تلفن همراه ارسال شد تا هم مشخص بشه آخرین بار با کی در ارتباط بوده، هم مشخص بشه آخرین بار گوشیش از کجا آنتن گرفته. تا وقتی جواب این استعلام حاضر بشه هلیا نامزد سابق سامان به اداره آگاهی دعوت شد تا هر اطلاعاتی که از سامان داره رو در اختیار نیروهای پلیس بذاره. وقتی هلیا به اداره آگاهی رسید، تحقیقات از این دختر 22 ساله شروع شد. هلیا میگفت من و سامان حدود 4 سال پیش با هم آشنا شدیم. سامان هم دانشگاهیم بود، اما ترم بالایی بود. وقتی با هم دوست شدیم، یک سال بعد سامان درسش تموم شد و از دانشگاهمون رفت. ولی دوستیمون همچنان سر جاش بود و همش با هم سر قرار بودیم. بالاخره این قرارای عاشقانه باعث شد سامان بهم پیشنهاد ازدواج بده. منم واقعا از سامان خوشم میومد و دوستش داشتم. واسه همین قبول کردم که بیاد خواستگاری. سال دوم آشناییمون بود که سامان با خانواده‌اش اومدن خواستگاری. همه چیز خیلی خوب پیش رفت و من و سامان با هم نامزد شدیم. از وقتی نامزد کردیم اخلاقای بد سامان بیشتر از قبل خودشون رو نشون دادن. سامان یه آدم شکاک بود که تحملش واقعا سخت بود. همش سر اینکه منو کنترل کنه با هم مشکل داشتیم. مدام سرش توی گوشی من بود. اگرم بهش چیزی میگفتم یا اعتراضی میکردم دعوامون میشد و چند روز قهر میکرد. هر موقعم قهر میکردیم اصلا پیش قدم نمیشد برای آشتی. بر همین با اینکه من مقصر نبودم مجبور بودم بازم من برم منت کشی. مجموع این اتفاقات باعث شد نسبت به سامان سرد بشم و بعد از یک سال و نیم نامزدی از سامان جدا بشم. از وقتی از هم جدا شدیم سامان بازم ولکن نبود. همش برام مزاحمت ایجاد میکرد. یا همش دم خونمون بود یا دانشگاه. دیگه دستش کلافه شده بودم. با پدر و مادرش تماس گرفتم و موضوع بهشون گفتم. ازشون خواهش کردم که تا جایی که میشه جلوی سامانو بگیرن تا آبروریزی بیشتری نکنه. دیگه از اون روز به بعد از سامان دیگه هیچ خبری ندارم و واقعا نمیدونم چه بلایی سرش اومده که دو روز خونه نرفته. بعد تمام شدن گفته‌های هلیا این دختر از اداره آگاهی خارج شد. چند روز بعد جواب استعلام خط تلفن سامان حاضر شد و در اختیار کارگاه‌های اداره آگاهی قرار گرفت. بعد از بررسی آخرین تماس‌های سامان مشخص شد آخرین تماس‌های سامان با شخصی به اسم آرش بوده. از طرفی آخرین جایی که گوشی سامان ازش آنتن گرفته بود جایی حوالی اتوبان ساوه بود.
با به دست اومدن این اطلاعات بازپرس دستور بازداشت آرش رو صادر کرد. با صادر شدن این دستور آرش توی خونهشون بازداشت شد و به اداره آگاهی منتقل شد. وقتی آرش پشت میز بازجویی نشست میگفت من هیچ آشنایی با سامان ندارم. من فقط تاکسی اینترنتی ام و اون شب سامان رو رسوندم حوالی اتوبان تهران سابه. بعد اونم دیگه خبری ازش ندارم. بعد این گفته های آرش افسری که مسئولیت بازجویی این پسر رو داشت خیلی زود به نوع رفتار و گفته‌هاش مشکوک شد. برای همین قرار شد آرش توی بازداشت بمونه و گوشیش بررسی بشه. وقتی بررسی گوشی آرش شروع شد به سرعت مامورای پلیس متوجه ارتباط آرش و هلیا نامزد سابق سامان شدند. همین موضوع میتونست انگیزه اختلاف و یا حتی جنایت از طرف آرش بوده باشه. برای همین آرش دوباره هدف بازجویی قرار گرفت. این بار با مدارکی که از توی گوشیش به دست اومده بود آرش دیگه نمیتونست چیزی رو انکار کنه و به قتل سامان اعتراف کرد. آرش میگفت من توی تاکسی اینترنتی کار میکنم. چند ماه پیش یه دختر جوان به اسم هلیا جلوی دانشگاهشون سوار ماشینم شد. توی راه سر حرف بینمون باز شد و بینمون شماره رد و بدل شد. از اون روز رابطم با هلیا شروع شد و تبدیل شد به دوست دخترم. هلیا انقدر دختر خوبی بود که زودتر از چیزی که فکر میکردم وابسته شدم و بهش پیشنهاد ازدواج دادم. تا اون روز هلیا چیزی از نامزد سابقش بهم نگفته بود. اون روز هلیا شروع کرد داستان نامزدیشو با سامان برام تعریف کرد و گفت که سامان اصلا ولکنش نیست. هلیا میگفت که حدود 6 ماهی که از سامان جدا شده. ولی سامان همچنان براش مزاحمت ایجاد میکنه و نمیذاره زندگی عادیشو داشته باشه. هلیا میگفت دیگه از سامان خوشش نمیاد و مزاحمتاش داره آزارش میده. وقتی این حرفای هلیا تمام شد، بهش گفتم به خاطر علاقه‌ای که بهت دارم، حاضرم با سامان صحبت کنم و بهش بگم که با من رابطه داری. هلیا با این کار مخالفت کرد. میگفت سامان اصلا شخصیت منطقی نداره و نمیشه با منطق قانعش کرد. منم بهش گفتم اگه با منطق قبول نکرد با زور قانعش میکنم. با اینکه هلیا راضی نبود قرار شد ستایی با سامان بریم بیرون. روز حادثه با ماشین من رفتیم دنبال سامان. سوارش کردیم و رفتم سمت سابه. توی راه اصلا سامان یک کلمه هم حرف نزد. وسط جاده سابه بودیم. ساعت طرفای 8 شب بود. یه جای خلوت ترمز کردم و وایسادم. به سامان گفتم از ماشین پیاده شه تا با هم صحبت کنیم. سامانم پیاده شد و رفتیم به سمت حاشیه جاده توی خاکی. با سامان مشغول صحبت شدیم ولی سامان همش با پرروبازی جوابمو میداد و همش ادعای گندلاتیش میشد. دیگه صحبتامون رنگ و بوی دعوا به خودش گرفت. هلیا راست میگفت. سامان اصلا رفتار نرمالی نداشت. بالاخره کلکلای لفظیمون تبدیل شد به دعوای فیزیکی. توی دعوا به خاطر اینکه سامان از من جسه بزرگتری داشت اصلا حریفش نمیشدم. واسه همین چاقویی که از قبل همراه هم بود و درآوردم و چند تا ضربه کاری زدم به قفسه سینه سامان. وقتی افتاد روی زمین و مطمئن شدم که مرده برگشتم سمت ماشین. دستام پر از خون بود. ظرف بنزینی که همیشه زاپاس پشت ماشینم بود و برداشتم و دوباره برگشتم سمت جسد سامان. روی جسد بنزین ریختم و آتیشش زدم. برگشتم سمت ماشین و نشستم توی ماشین. هلیا فقط جیغ میزد. وقتی جریانو بهش گفتم فقط داد میزد و میگفت میخوام از ماشین پیاده شم. وایسادم و سعی کردم آرومش کنم. بعدشم دوباره راه افتادم و رسوندمش خونهشون. باور کنید من قصد کشتنشو نداشتم. وقتی با هم درگیر شدیم مجبور شدم واسه دفاع از خودم دست به این جنایت بزنم. بعد این گفته های سامان خیلی زود هلیان بازداشت شد. هر دوشون به محلی که جسد آتیش زده بودن برده شدن و جسد سوخته سامان پیدا شد. جسد بعد عکس برداری و صورت جلسه به پزشکی قانونی منتقل شد. آرش هم توی همون محل پیدا شدن جسد جنایتی که انجام داده بود و بازسازی کرد. دوباره متهمای پرونده به اداره آگاهی منتقل شدن و هلیا پشت میز بازجویی قرار گرفت. هلیا میگفت هر روزی که از سامان جدا شدم سامان ولکنم نبود. همش میخواست به رابطه‌مون برگرده ولی من دیگه هیچ علاقه بهش نداشتم. تا اینکه با آرش آشنا شدم. بعد چند ماه که از آشناییم با آرش گذشت بهم ابراز علاقه کرد و گفت میخواد بیاد خواستگاری. مجبور شدم جریان سامان و مزاحمتاشو براش بگم. آرشم شروع کرد به اصرار که با سامان قرار بذارم. بالاخره این کارو کردم و دوتایی رفتیم دنبال سامان. آرش رفت سمت یه جای خلوت خارج از شهر. بین راه دوتایی از ماشین پیاده شدن و آرش در ماشین روی من قفل کرد.
کاری هم کرد که من نتونم از داخل در ماشین رو باز کنم. چند دقیقه بعد وقتی با دستای خونی برگشت سمت ماشین و دبه بنزین رو برداشت، فهمیدم که سامان رو کشته. وقتی نشست توی ماشین شروع کردم به داد بیداد کردن، ولی آرش تهدیدم کرد که اگه صدام در بیاد و بخوام به کسی حرفی بزنم، هم خودم رو میکشه هم خانوادم رو. حتی میگفت کشتن تو و خانوادت از آب خوردنم برام راحت تره. با تهدیدهای آرش واقعا ترسیدم. واسه همین وقتی رسیدم خونه، با اینکه عذاب وجدان داشتم به هیچ کسی چیزی نگفتم تا دوباره بلای سر کسی نیاد. باور کنین من توی این جنایت واقعا بی تقصیر بودم. بعد این گفته های هلیا، وقتی آرش دوباره هدف تحقیق قرار گرفت، تمام گفته های این دختر را تایید کرد. با این حال با شکایت خانواده سامان، هر دو نفر تا روز دادگاه راهی زندان شدند. خانواده سامان با حضور توی دادسرای جنایی درخواست اشد مجازات رو برای هم آرش کردن هم هدیا. اعلام هم کردن که به این صورتی حاضر به گذشت نیستن. در حال حاضرم هر دو متهم توی زندانن و شمارش معکوس برای روز محاکمشون شروع شده. با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جنایی دیگه برمیگردیم. اگه به این سبک محتوا هم علاقه دارین، ویدیو ما رو لایک کنین و ویدیوهای پیشنهادیمون رو از دست ندین. تا فردا بررسی یه پرونده جدید، حتما مواظب خودتون باشین.